بله، با صمیمانه ترین درودها حسین اعجازی هستم و با پوزش فراوان برنامه امروز خبرها و نظرها رو حضورتون تقدیم میکنم. با تأخیر امروز قرار هست که با آقای مهندس حسن شریعت مداری، فعال سیاسی، شخصیتی که با مسئله روحانیت، آنچه که در این جمع میگذره آشنایی داره، فرزند آقای آیت الله شریعت مداری هستن ایشون و معرف حضور بسیاری از هموطنانی که در واقع فعالیت های ایشون رو تعقیب میکنن و ایشون رو کاملا میشناسن. سعی خواهیم کرد در طول صحبت هایی که من میکنم آقای شهرتی عزیز با ایشون تماس برقرار بکنن. مشکلی پیش آمده برای ارتباط از طریق اسکایپ که نمیدونم به چه صورت میشه فصلش کرد. شاید بتوانیم کاری انجام بدیم، یعنی آقای امیرخان شهرتی بتونن مثل همیشه معجزه‌ای بکنند و کاری انجام بدن که ما بتونیم این ارتباط رو برقرار بکنیم. عرض کنم حضورتون که تظاهرات در ایران ادامه داره و سرکوب هم ادامه داره. آقای مهندس شریعت مداری، من شما رو روی تلفن گرفتم، صدای شما رو بینندگان ما میشنوند و میخواستم چون میسر نشد که ما با شما تماس بگیریم از طریق تلفن صحبت‌های شما رو بشنویم. من داشتم راجع به این تظاهراتی که ادامه داشته و الان وارد سومین هفته شدیم و آنچه که مقامات جمهوری اسلامی عنوان میکنن و آخرین صحبت آقای خامنه ای که گفتن این اتفاقات جزئی، اسم این مسائل رو اتفاقات جزئی گذاشتن، اولا میخواستم نظر شما رو ببینم بپرسم و ببینم نظر جناب عالی چی هست. آقای مهندس شریعت مداری، با توجه به تسلط کامل و آشنایی کاملی که با قشر به اصطلاح آخوند و این تشکیلات سرکوب اینها دارید. سلام خدمت شما و شنوندگان و بینندگان گرامیتون. خب آقای خامنه ای سعی میکنه که مرد لجوج و یکدنده واقعا فهم متعارف را از دست داده، برای اینکه صدای مردم به خطی بلند است که همه دنیا اون رو شنیدن و این صدا که خامنه ای و جمهوری اسلامی رو نمیخوان به گوش حتی محافلی که تا دیروز به هر قیمتی میخواستن راههایی رو پیدا کنن تا با آقای خامنه ای و رژیمش معامله کنن رسیده و اونها رو از اینکه برجام رو تعقیب کنن منصرف کرده. اگر ایشون این چیزها رو جزئی میدونن باید در حدود درک و قوه فاهمهشون شک کرد، اگر نه صدا به گوش ناشناورترین افراد سیاستمدار این جهان هم رسیده و این نشان میدهد که ایشان فکر میکند که با دسته ای از کورها و کرها طرف است و ملت نمیفهمند، یا اونهایی که حتی زیر دست خود او هستند و امروز بسیار شک کردن به قابلیت او که میتواند این کشتی غرق شدهشون رو نجات بده یا نه، به اونها سعی میکنه دلداری بده و اونها رو در حقیقت متحد نگه داره، ولی تلاش عبسی. مهندس شریعت مداری، فکر نمی کنید که این صحبتهایی رو که اون میکنه باورش باشه، همونطور که این دیکتاتورها و این افرادی که اینگونه مدتی تونستن تصمیم از گرده مردم بکشن
باورشون شده که اون چه که میگه واقعا واقعیت داره و این رو در ذهنش قبول بکنه، یا این که واقعا میبینه چی داره میگذره و در واقع تظاهر میکنه. بله ببینید، نمیتونه باور کنه. ایشون بیش از 16 خبری نیروهای انتظامی و تینکتانک‌های مختلف روزانه براش میاد و همه جزئیات مملکت در اون منعکسه. منتها همونطور که شما گفتید، دیکتاتورها به تدریج درک خودشون رو از دست میدن و در حقیقت نوعی شیفته افکار خودشون میشن که هر چیزی خارج از اراده خودشون رو به دشمنان نامرئی یا مرئی نسبت میدن. همونطور که ایشون دائم میگه که اینها در حقیقت توطئه های اسرائیل و آمریکاست و نقشه های حساب شده است و نمیبینه که هیچ نیروی در دنیا این همه آدم رو با عقاید گوناگون و سلایق مختلف نمیتونه به میدون بده. این فقط ظلم و ستم او و ناکارآمدی و فساد دستگاهی است که او 40 و چند سال بر اون تکیه داشته، او و خمینی، و نتیجهش این شده که این نسل در حقیقت پشت به همه اینا بکنن، از ایدئولوژی که به زور میخواستن به اونها تحمیل کنن فاصله بگیرن و راه زندگانی اونها خودشون را از اونها جدا کنن. در حقیقت حرف شما صحیحه و دیکتاتورها این قابلیت رو از دست میدن. مهندس شریعت مداری، شما این در واقع خیزشی رو که این بار شاهدش هستید، در آلمان هستید شما و در واقع همه این اخبار رو و اون چیزی که پیرامونتون میگذره تعقیب میکنید، خودتون یک نهادی رو بنیان گذاشتید که راجبش صحبت خواهم ازتون سوال خواهم کرد. میخوام ببینم این رو شما فکر میکنید میتونه بدون سازماندهی و یک مدیریتی به این صورت در بیاد؟ در امریکا بی سابقه است آقای مهندس، یعنی واقعا رسانه‌ای نبوده در طی این 43 سالی که من در ایالات متحده بودم. در زمان انقلاب ایران من اینجا بودم و فقط یک رسانه و آقای تد کاپل بود که راجع به اخبار انقلاب برنامه‌ای داشت ولا غیر. الان از صبح تا شب که ما برنامه‌های مختلف، اما از برنامه طنز به اصطلاح سیاسی رو تا برنامه‌های جدی رو که تعقیب می‌کنیم، به طور پیگیر کارشناسان ایرانی تبار مثل کریم سجادپور، مثل چند نفر دیگر از کسانی که در امر تحقیقات در واقع دستی دارن و تمرکزشون روی سیاست ایران هست، اینها مرتب دعوت میشن به برنامه‌های مختلف و توضیح میدن و تشریح میکنن برای مردم امریکا اون چه رو که در ایران داره میگذره. آیا این خیزش میتونه بدون برنامه ریزی و بدون رهبری باشه؟ بله ببینید، از مشخصات انقلاب‌های لوین، انقلاب‌هایی که در عصر اینترنت هست، ارتباطات شبکه‌ای وسیعیه که کوشش‌گران سیاسی، مدنی، اجتماعی، فرهنگی با توده مردم برقرار می‌کنه. الزاماً اینها رهبران بزرگی نداره، رهبران میدانی به وجود میاد که هر کدامشان در حوزه ای مورد اعتماد مردم و مجموع اینها در حقیقت با ارتباطی که با هم دارند و خرد عمومی که برشون حاکم است کار رو تا مراحل پیش میبرند و به تدریج سازمان خودشون رو از درون خودشون میسازند. من بارها گفتم دسته بودن که دائما این اپوزیسیون ایران رو هیچ کاره علم داد میکردن و میگفتن که اینا هیچ کاری نکردن.
اینها شبکه بسیار وسیعی داشتند. اینها توانستند از یک سو دیاسپورای ایران رو که در سیاست دنیا امروز دخیله، این فقط آقای سجادپور و دیگران نیستن، ما کلی وزیر داریم، وکیل داریم، پارلمانتاریست داریم، قاضی داریم، دانشمند داریم، صاحبان سرمایه های بزرگ داریم که از ایرانی ها. ما یکی از دیاسپوراهای پرنفوذ دنیا هستیم، ایرانی ها را عرض می کنم. بله. و اینا به شکل شبکه‌ای همه با هم مرتبطن، سازماندهی هست ولی به این شکل مدرن، به اون شکل نظام وظیفه‌ای و این که یک نفر بالا باشه از اون بالا سوت بزنه و بقیه را به خط کنه و همه در اطاعت اون باشن، دورش گذشته. امروز با یک خرد جمعی که ناشی از تبادل افکار جمعی است و اینترنت امکانو فراهم کرده و اتاقهای فکر متعدد از ابتکارات هزاران هزار انسان استفاده میشه و بنابراین این ابتکارات غیر قابل مقابله است. از لحاظ بین المللی هم از یک سو این دیاسپورا نفوذ داره، از یک سو اون چه در ایران پیش آمد در وجدان عمومی دنیا اثر بسیار گذاشت. یک زن بیگناهی رو به خاطر اینکه چند تار موش بیرون بوده به این وضع فجیع بکشن، شعاری که انتخاب شد زن زندگی آزادی بسیار مؤثر بود. همه روشنفکران دنیا، همه سیاستمداران دنیا سازمانهای فمینیستی رو متأثر کرد و به دنبال خودش کشید. یک حقیقت هم هست، دنیا از دست این نظام خسته شده. بسیار خوشحالم همه که این انقلاب متمدنانه در ایران میشه، ایران تمدن نوین رو مردمش انتخاب میکنن و پشت به اینا میکنن و میخواهند هر کمکی از دستشون میاد بکنن. این روحیه عمومی هم بسیار مهم. آقای شریعت مداری، فرزندان نوباوگان در واقع و نوجوانان رو اینها دارن میکشن و گفتن که این افراد باید بروند بفرستنشون به مراکز اصلاح و تربیت و از نظر روانی مورد بررسی قرار بگیره کارشون. این شیوه رو شما شبیه شیوه گشتاپو که دکتر منصور فرهنگ اون رو در واقع مطرح میکنه در یه مصاحبه با بی بی سی نمیبینی؟ بله، ببینید نه فقط گشتاپو، در آلمان شرقی مخالفین نظام رو به آزمایشگاه‌های روانی و پهلوی روانشناس میبردن، برای اینکه میگفتن نرم جامعه مارکسیسم ضد فاشیسم است که اونا اسمش رو گذاشته بودن مترقی‌ترین نظام دنیا. اگر کسی با این ارزش ها مخالف باشه حتما یه جایش لنگ. و این شیوه همه دیکتاتور ها، یعنی متاسفانه روانشناسی در دو حوزش، یکی تغییر روان مردم و کسانی که مقصوی میشن، تا حدی که میبینید افرادی رو مقصوی میکنن که بمب خودشون ببندن مثلا در داعش و جاهای دیگه، شیوه های روانشناسانه در خدمت شده. یکم زجر و خونسا کردن مخالفین سیاسی از این روش ها. خب در ایران هم این کار سال هاست میشه و الان هم شروع کردن. شما میدیدید که فرده که میگرفتن با دستبند به تخت میبستن. این مخصوص روان پریشانیست که ممکنه صدمه با خودشون بزنن و اینا فرضشون بر این بود که این شخص چنان روان پریش است یا به خودش یا به اطرافیانش لطمه خواهد زد. بنابراین این روش معمول اینا بوده، چیز تازه ای نیست. اصولا سیستم آموزش پرورش اینا مرسویی است، فرقی نمی کنه. درون مدرسه هم نوعی مرسویی بوده، به تدریج معلم ها آگاه شدن و حاضر نیستن دیگه اون درس های ایدئولوژیک چون که در حقیقت همین هدف رو دنبال میکرد بدن و اعتصاب میکنن. وگرنه مدارس ایران در حقیقت مثل همون آسایشگاه های روانی بوده که برایشون مقصوری و تغییر کاراکتر اشخاص بوده. به جایی نخواهند رسید
های دانش آموزان بسیار بیدارم، خود اونها هم به همچنین، و این تلاش مطبوعانه ایست می کنن و حتی محفظ نخواهند شد که اونها رو شناسایی کنن و به این مراکز بفرستن. جز محدودی نخواهند توانست، اینا محکوم به شکستن و همه اینا پروژه های افراد ایدئولوژی که نیمه دیوانه ایست امروز به این مملکت مسلط. مهندس شریعت مداری، این انتظاری رو که مردم دارن، این برپا خواستگان دارن از نیروهای نظامی به خصوص ارتش، آیا هنوز شما بارقه ای از این که عده‌ای از ارتشیان به مردم به پیوندن میبینید و آیا الان اعتصاباتی رو که در صنعت نفت پیش آمده که میتونه فلج کننده باشه در اون حد میبینید که فلج کننده باشه؟ به این دو سوال اگر ممکن. بله، ببینید، ارتش و سپاه اون رشته های فرماندهی در حقیقت از خود این نظام هست و جزو آخرین کسانی خواهند بود که از این کشتی پیاده بشن، ولی یک سطح پایین تر یعنی افسران متوسط ارتش، افسران متوسط سپاه، بدنه اونها همه از مردم هست و ترسی که این نظام داره و نمیتونه سرکوب رو از یه حدی بالاتر ببره و از اینها استفاده کامل بکنه، علاوه بر تمردی که الان هست، علاوه بر قرار از خدمتی که الان هست، اینه که کل این دستگاه چند پارچه بشه و دوام نیاد. بنابراین ممکن است که ارتش در سطح فرماندهانش به این زودی ها به مردم نپیونده یا مانند ارتش قبلی اعلام بی‌طرفی نکنه، ولی گریز از قسمت، تمرد از سرکوب مردم، پیوستن به مردم، تمارض یا رفتن به میدان و نزدن مردم و در حقیقت نوعی کنار آمدن با افراد و تظاهر به این که ما در این سرکوب میکنیم هر روز اضافه تر خواهد شد. البته اینا افراد بسیار فاسدی را هم دارن، اونها را هم مردم شناسایی میکنن و تهدید میکنن، ولی به طور کلی به هیچ وجه خامنه ای و دستگاهش خاطردم به این بسیجی ها حتی، خاطردم به این سپاهی ها و به این افراد شما کافی اینو بدونید که بسیج در بر روی کاغذ بیش از 500 هزار تا، اینا امید داشتن یه 100 هزار تا 80 هزار تا رو به میدان روانه کنن، در عمل 5-6 هزار تا بیشتر نتونستن و سراغ بچه های فقیری رفتن که به پدر و مادرشون این بچه های معیشتی رو بدن و اونها رو بر سرکوب مردم بیارن که در اون کار هم موفق نیستن. من فکر میکنم این نظام میداند که با یک ملت طرفه که به خوبی یاد گرفتن که اعتراضات خودتون رو محل محور کنن، یعنی در بیش از 8000 نقطه در روز اعتراضات باشه و تقسیم نیروهای سرکوب به 7000 نقطه بسیار سخته و عملا غیر ممکنه. هر جایی رو تقویت میکنن جای دیگه کم میانه و بنابراین این اعتراضات ادامه داره و اعتصابات هم شروع شده و به اون کمک خواهد کرد. اینا موفق در این برنامه های خودشون نخواهند شد، ولی ارتش و سپاه شاید تون رسته های فرماندهی آخرین افرادی خواهند شد که از این کشتی پیاده میشن به این زودی به مردم نپیوند. آقای شریعت مداری، با اجازه شما ما میرویم از مسیر پیام‌های بازرگانیمون رد میشیم. در طول این فاصله امیدوارم بتونیم با شما تماسمون رو از طریق اسکایپ برقرار بکنیم. خواهش کنم با ما باشید. بینندگان گرامی با ما باشید، باز میگردیم. همه بر می خیزم، همه بر می خیزم، تو اگر
یک وکیل یک ایالت. دکتر مونا دلدار برگزیده انجمن ملی وکلای حقوقی آمریکا به عنوان صد وکیل برتر. منتخب انجمن وکلای استثنایی به عنوان وکیل عالی. انتخاب شده انجمن متخصصین به عنوان بهترین وکیل. و سرانجام برگزیده کانون وکلای تصادفات کالیفرنیا به عنوان 10 وکیل برتر این ایالت. شما هم برای گرفتن حق قانونی خود دکتر مونا دلدار از بهترین وکلای تصادفات کالیفرنیا را که در تمام پرونده ها پیروز بوده در کنار خود داشته باشید. تلفن 844-688-9740. آژانس امیر این بار شما را به سرزمین افسانه مصر و دبی دعوت می کند. تاریخ حرکت 16 ژانویه. دیدار از قاهره، اسوان، لاکسور، موزه مصر و مسجد الرفاعی. سه شب کروز در کابین های لوکس 5 ستاره بر روی آبهای نیل. 4 شب خاطر انگیز در دبی، مرکز منحصر به فرد ترین معماری مدرن جهان. و دیدار از جاذبه های زیبای توریستی. اقامت در هتل های لوکس 5 ستاره. قیمت استثنایی $3,990. 818-758-2626. amiritravel.com. برای تماشای تلویزیون ما نیازی به ماهواره ندارید. شبکه ما را می توانید از طریق تمامی پلتفرم های ریل ویز در هر کجای دنیا که به اینترنت دسترسی دارید تماشا کنید. اگر دیدن برنامه ای را از دست دادید می توانید با مراجعه به آرشیو 72 ساعته ریل ویز برنامه مورد علاقه خود را پیدا کرده و تماشا کنید. ریل ویز، پل ارتباطی شبکه ما با شما. مژده به فارسی زبانان ساکن استرالیا، نیوزلند، مالزی، اندونزی و دیگر کشورهای حوزه اقیانوسیه. جی ال ویز با نصب سیستم‌های تقویت شده خود در سیدنی استرالیا از این پس با کیفیت و سرعتی بی‌نظیر در خدمت شماست. برای خوش آمدگویی به هم زبانان عزیزمان در این کشورها، اپلیکیشن جی ال ویز تا 2 ماه رایگان در اختیار شماست. همین امروز جی ال ویز را نصب کرده. صدها کانال تلویزیونی و هزاران ساعت فیلم و سریال را با کیفیت HD تماشا کنید. جی ال ویز، همیشه و همه جا. اگر تلفن و یا تبلت هوشمند سامسونگ، LG، گوگل پیکسل، وان پلاس، شیائومی و یا دیگر مدل های اندروید را دارید، برای دسترسی به سرویس های جی ال ویز همین امروز اپلیکیشن نگاه را از اپ استور تلفن و یا تبلت خود پیدا کرده و نصب کنید. اپلیکیشن نگاه اجازه پخش تمامی سرویس های جی ال ویز از جمله فیلم و سریال ها را دارا بوده و به صورت رایگان در اختیار شماست. نگاهی جدید به مدیای فارسی. با نصب اپلیکیشن نگاه بر روی تلویزیون های اندروید و یا گوگل تیوی خود می توانید به تمامی سرویس های جی ال ویز دسترسی داشته باشید. اپلیکیشن نگاه اجازه پخش تمامی سرویس های جی ال ویز از جمله فیلم و سریال ها را دارا بوده و تا 2 ماه رایگان در اختیار شماست. همین امروز اپلیکیشن نگاه را از اپ استور تلویزیون خود پیدا کرده و نصب کنید. برای فروش تبلیغات در جی ال ویز، شارژ اشتراک جی ال ویز، شارژ اپلیکیشن تلفنی جی ال تاک، سرویس های چاپ دیجیتال و دیجیتال ساینج با شرکت گولداین همکاری کنید. این موقعیت فوق العاده را از دست ندهید و همین حالا با ما تماس بگیرید. هم‌اکنون می توانید تمامی فیلم ها و سریال های ایرانی در حال پخش از داخل ایران را در کانال FX22 تماشا کنید. کانال FX22 بر روی ماهواره ترکمن عالم همجهت با یاسد، فرکانس 11221، ورتیکال 27500، FEC 23. بینندگان گرامی، تماس ما با از طریق تلفن با آقای مهندس حسن شریعت مداری که میدونم معرف حضور بسیارانی هستند و نیازی به این که من معرفی بکنم ندارن،
ایشون دبیر شورای به اصطلاح شورای مدیریت گذار هستند که این نهاد رو از مدت‌ها پیش با همکاران و همفکراشون ایجاد کردن و مشغول فعالیت هستند. و یکی از خصوصیات آقای حسن شریعت مداری به اصطلاح آشنایی و تسلطی است که با مذهبیون و افراد مذهبی دارن. پدرشون مرحوم آیت الله شریعت مداری یکی از کسانی بودن که با این اوضاع و احوال به مخالفت برخواستن در همون آغاز و خب در واقع گوشه گیر شدن، به اصطلاح خانه نشین شدن. آقای مهندس، قبل از اینکه بپردازیم به این فعالیت هایی رو که میبینیم در جای جای مملکتمون، سراسر مملکت و در دنیا بجز روسیه و چین و سوریه که تکلیفش معلومه و تا حدی بعضی از طرفداران جمهوری اسلامی در عراق، در همه جا این بوده و الان سرکوبی رو که در سنندج شاهد بودیم از توصیف خارجه. چی فکر میکنید و بعد اگر توضیح بفرمایید راجع به شورای مدیریت گذار؟ بله، خب اون چه که در سنندج امروز در جریان هست در حقیقت میخواستند اینها همون کشت و کشتایی رو که در ابتدای انقلاب از کردها کردن دوباره انجام بدن. البته موفق نشدن. مردم سنندج، بوکان، همه شهرهای کردنشین، نقده و سقز، سقز، قهرمانانه و بقیه جاهایی که اگر اسم ببرم زیاده، قهرمانانه در مقابل اینها ایستادن و در حقیقت با مبارزه تنبتن بسیاری از اینها رو از میدان به در بردن و توفیق کمی نصیب نیروهای سرکوب شده در حقیقت باطلاقی برای اونهاست. کسبه این شهرها در هماهنگی با جامعه مدنیش و با احزاب کرد کاملا در اعتصاب سراسری هستند، مدلی است برای همه مردمان ما. به قدری ایرانیان رو تحت تأثیر قرار دادن که دیگه این اتهام تجزیه طلبی و کردهراسی به کلی از بین رفته. مردم همه جا میگویند کردستان چشم و چراغ ایران و مردم همه جا برای تقویت روحیه سنندج، کردستان، بلوچستان و زاهدان به میدان آمدند امروز و باز هم به میدان خواهند آمد و این بسیار بسیار اثر بزرگی در تقویت روحیه ملی ایرانیان داشته. چیزی را که در سالن‌های بحث اپوزیسیون حل نمی‌شد، یعنی نزدیکی مرکزگرایانی که ترس عجیبی از حاشیه نشینان ایران داشتن، فکر میکردن همه اونها تجزیه طلبند و اتنیک ایران که دید بسیار منفی به مرکز نشینان داشت و اونها را فکر میکرد همشون فاشیستن و در صدد سرکوب اتنیک و همدست با این نظامه. این جریان همه این ترسها را از دو طرف تبدیل به اطمینان کرد، تبدیل به مودت و دوستی کرد و اینها رو به هم پیوند داد. امروز روحیه‌ای که در سنندج می‌بینیم روحیه‌ای است که از این تقویت ملی به دست آوردن و می‌دانند که یک ملت پشتیبان اوناست و اونها رو به عنوان قهرمانان خودش می‌بینه. بنابراین من فکر می‌کنم که با وجود اینکه با پوکه‌های جنگی، با تفنگ‌های ساچمه‌زنی بسیار سبعانه به کشت و کشتار مردم پرداختن تا بچه های 16 ساله رو کشتن، ولی کارشون به جایی نخواهد رسید و در نهایت اینها هستن که باید صحنه رو ترک کنن و جمهوری اسلامی راهی ندارد جز اینکه به زبالدان تاریخ سپرده بشه.
در مورد شورای مدیریت گذار که فرمودید، ما 3 سال قبل در حقیقت در ماه سپتامبر، در 28 سپتامبر در لندن به رسمیت اعلام کردیم که ما شورایی درست میکنیم از همه گرایش های مختلفی که در جامعه ایران هستند، مثلا از مشروط طلبان، جمهوری خواهان، اتنیک ایران، کردها، ترکها، بلوچها و همچنین چپ، لیبرال، سوسیال دموکرات، با همه گرایش ها اینها با هم صمیمانه کار خواهند کرد تا این دوره رو که ما اون موقع درست حد زده بودیم و گفته بودیم این نظام در مسیر فروپاشی است، وقتی به نقطه غیر قابل بازگشت سقوط میرسه، ملت ببینن که یک تشکیلات سیاسی معتبری وجود داره که آینه از جامعه ایران همه گرایش‌ها در اون هستند و بنابراین ببیند که بی پناهگاه و بی پشتیبان نیست و صدایش را جهان خواهیم رساند. خب در از این 3 سال ما سعی کردیم این وظیفه رو در حدی که می توانستیم انجام بدیم. پیوندهای بسیار خوبی با داخل ایران داریم، پیوندهای بین المللی خوبی ایجاد کردیم و سعی می کنیم که صدای این عزیزانی باشیم که بسیار از اونها آموختیم، درس شهامت و شجاعت و ایفای به رسالت ملی رو در حقیقت از این زنان و دختران ایرانی و جوانان باید ما و سعی کردیم تجربیات خودمون رو هم خازانه و اونها منتقل کنیم و این کار خب چیزی لازمی بود و امیدوارم که بتوانیم نقش خودمون رو همچنان ادامه بدیم. آقای شریعت مداری، تا چه حد راضی هستید از استقبالی که شده از این اقدام شورای مدیریت گذار؟ خب رضایت امری نسبی، ما تا اونجایی که توانستیم کردیم و اقبال به ما خیلی خوب بوده، ولی خیلی بهتر میتونه باشه. نظامی در مقابل بود که دائما سمپراکنی میکرد، افکار فیک میداد، افراد رو بدبین میکرد، ما رو به تجزیه طلبی متهم میکرد. همه چیزهایی که ما گفتیم درست در آمد. ما نشان دادیم که نه کردها، نه آذربایجانی ها، نه بلوچ ها، نه عرب ها تجزیه طلب نیستند. عشق به وطن در نهاد اونها از هر کس دیگری اگر بیشتر نباشه کمتر نیست و امروز سربلندیم که این ادعای ما رو که خیلی از اونهایی که در خارج هم بودن با این نظام ندانسته هم آواز شده بودن و ما رو متهم میکردن، در وجدان خودشون شاید شرمنده باشن و ببینن که ادعای ما درست بوده و اینها هم همان ایرانی هایی هستن که هیچ فرقی با اونهایی که در مرکز نشستن ندارن و باید هیچ تبعیضی حاکم نباشه و نظامی در ایران باید حکم فرما بشه که اینا حد اکثر حقوقی رو که میخوان به دست بیارن. آقای شریعت مداری، از کسانی از گروه هایی که در واقع مبارزه کردن با جمهوری اسلامی کشته دادن و نظم و ترتیب خاصی دارن ولی در بین مردم مقبولیتی ندارن باید از مجاهدین نام برد. اینها با نظم و ترتیب و سازماندهی که دارن همواره تونستن مطرح بکنن خودشون رو در جوامع بین المللی. آیا در مدیریت گذار برای اونها جایی هست؟ ببینید، ما با گروه هایی که ایدئولوژیک باشن و دموکراسی رو در شکل مدرنش برنتابن نمیتوانیم متحد بشیم. پروژه های مشترک میشه داشت ولی سازمان مجاهدین اصولا خودش رو تنها آلترناتیو میدونه. خانم مریم رجوی هم رئیس جمهور از پیش تعیین شده میدونه و درهای خودش رو بسته، خودش رو منزوی کرده و بنابراین اصولا امکان گفتگو وجود نداره تا اینکه ببینیم میشه نزدیک شد یا نه. از دور که میبینیم عده ایدئولوژی زدن که سخت یک رهبری رو میپرستن، فداکار هم هستن
پولم دارن، بدم کار نمی کنن، ولی اون چی که میگن مربوط به قرن 21 نیست. با ادعاهای اونها امروز نمیشه در جهان یک نیروی سیاسی مترقی به وجود اومد. اگه درها رو باز کنن، گفتگوها رو آغاز کنن و معلوم بشه که اون درون چه میگذرد و صادقانه بیان بگن که چه میخواهن، چه میاندیشن و در مورد اندیشه های ما چه فکر میکنن، اون وقت میشه تازه قضاوت کرد. ما هنوز از این مرحله دوریم برای اینکه در اونها هیچ علامتی از چنین گفتگو راحت گفتگو میکنن، با سناتورها راحت میشنن، ولی با هموطنانشون یک چنین تعاملی رو ندارن. بی نهایت سپاسگزارم. آقای شریعت مداری، این اوضاع رو تا چه حد فکر میکنید ادامه پیدا بکنه و آیا خبرهایی رو که دارید از ایران، اجازه بدید اول این سوالی رو که چند بار تو ذهنم اومد، نمیخوام این از در این مرحله از صحبتمون فراموش بشه. یکی از همین آخوندها گفته بود آخوند خوب یعنی آخوند مرده و این گفته خود یکی از همین افراد هست. شما چی فکر میکنید راجع به اینها؟ آیا آخوند خوب و بد داریم؟ بله، در هر سنتی معلومه که خوب و بد داریم. ما وزنه مثل آیت الله سیستانی رو داریم که از قلتیدن عراق به جنگ جلوگیری کرد. اینهایی که در ایران هستن، خب اینهایی که در حوزه علمیه قمان یک 5-6 هزار تاییشون با این نظام همکاری کردن، بقیه افراد معمولی هست، مثل بدنه سپاه، مثل بدنه ارتش، افرادی هست که طلبه معمولی هست، گرایش خاصی هم به اینها ندارن. امروز قم شلوغ‌تر از شهرهای دیگه است و فرزندان همینا توی خیابونها معلومه که اینها از اونها نیستن و عده زیادی از اینها هم زندان رفتن و به وسیله همین نظام مجازات شدن و از اینا نیستن. بنابراین ما در صدد انتقام گیری از هیچ که نیستیم و از این برچسبای عمومی هم به هیچ صنفی نمیچسبونیم. در هر صنف خوب هست، بد هم هست. متاسفانه روحانیت ایران اکثریتش آلوده شده به این نظام و باید برای همیشه هم صحنه مذهب و هم صحنه سیاست رو ترک بکنه. کل روحانیت هم باید صحنه سیاست رو ترک کنه و به کار قدیمی خودش بپردازد و البته بین اونها آدم خوب و بد هست مثل همه جای دنیا. ما سعی میکنیم که تعمیم ندیم و حتی در بین پاسدارها هم آدم های شریفی هستن و در بین کارمندان دولت هم معلوم آدم های شریفی هستن، در بین ارتشی ها هم حتما آدم های شریفی هستن و اینا حساب خودتون رو باید جدا کنن و باید نشون بدن که جدا هستن تا مردم به اینا اقبال کنن. آقای شریعت مداری، در همین رابطه صحبتی که گفته میشه راجع به دین اسلام به خصوص تشیع، گفته میشه که این تشیع و این اسلام، برداشت از اسلام 100% یک نهاد سیاسی است، یعنی یه اسلام سیاسی است. چگونه میشه جدا کرد سیاست رو از این گروه؟ تشیع در روایت اصلی خودش میگه غیبت امام معصوم، یعنی 12 امام بله. اصلی تا ظهور امام غائب، یعنی امام 12، هیچ حاکمی عادل نیست. بنابراین حکومت اسلامی که باید عدل کامل، عصمت کامل و علم کامل داشته باشه، اون کسی که به جای خداست، هیچ موقع ممکن نیست. بنابراین اصولا فلسفهش انکار سیاست. این از دوره صفویه به بعد با آمدن نراقی و پیدا شدن ولایت فقیه که اصلش از عرفان میاد و خمینیست که فلسفه اصلی شیعه رو به عکس خودش تبدیل کرده. دوره این کار خیلی نسبت به 1200 سالی که تشیع مکتبی هست برای خودش و 1400 سالی که ادعا داره وجود داره کوتاه است،
به امروز روحانیون دیدن چه کلاه گشادی سرشون رفته و سعی خواهم کرد در آینده دین رو از دولت جدا کنن. مضافاً اگر ما آزادی دینی داشته باشیم، در قانون اساسی خودمون دین رسمی نداشته باشیم، اهل تسنن، مسیحیت، بهائیت، بیدین‌ها، با دین‌ها تعادل نیروی ایجاد میکنن که دیگه تشیع نمیتونه اون قدرت سابقه داشته باشه. ما کافیست در قانون اساسی خودمون مذهب رسمی نداشته باشیم، مذهب امر خصوصی باشه و سعی کنیم نهاد دین و نهاد دولت رو هم از دولت، هم از مجلس و هم از آموزش و پرورش و هم از اجرایات جدا کنیم. این کاریست که باید ملت بکنن و اون وقت تبدیل به دینی میشه که هر کسی خواست میتونه داشته باشه یا نداشته باشه. مهندس، ما میدونیم که بازاریان در شهرهای مختلف ایران به خاطر مذهبی بودنشون بیشتر برخلاف گذشته و زمان پهلوی در واقع وابستگی داشتن به اصطلاح روحانیت. چون من این با این واژه روحانیت هم یه مقداری مشکل دارم. حالا به هر حال الان میبینیم که همونطور که شما قطع شده بود وسط راه قطع شده بود و من متوجه نشدم. من تکرار میکنم. بله. تکرار میکنم. آقای مهندس، بازاریان در جای جای ایران به دلیل گرایش های مذهبی که داشتن از رژیم دفاع میکردن. ولی ریزشی که دیده شده در بازارهای مختلف در شهرهای بزرگ ایران بی سابقه بوده. این رو به فال نیک میگیرید؟ خب بله، ببینید بازاریان این هیئت مؤتلفه بود که در بازار نفوذ کرده بود، سازمان داده بود و چندین سال حداقل از 88 به بعد دوره افول این است. بازاریان امروز در بینشون آدم های تحصیل کرده، فرزندان بازاریان قبلی که آمدن خارج درس خوندن و برگشتن عده زیادی هست. شاگردهای بازار همون اکثریت شاگرد های بازار هستن، نه حجردار ها و مغازه دار ها. این شاگرد های بازار هستن که با هم متحد میشن، میان توی بازار حجره ها رو میبندن، اعتصاب میکنن و همه این حاجی بازاری ها رو با قول معروف دنبال خودشون میکشونن. بنابراین اعتصابات و بازار هم شروع شده و خیلی هم پشتیبانی میکنن و رادیکال به مردم دارن میپیوندن. دلیلی نداره اونا جدا از مردم باشه. آقای شریعت مداری، این رژیم از روزی که روی کار آمده با خرج میلیاردها دلار ثروت مملکت نهادهایی رو در ایران ایجاد کرده، از تغییر تمام متون درسی از ابتدایی تا متوسطه تا دانشگاه و نهادهای مختلف سرکوب، بسیج و سپاه و لباس شخصی و یونیفرم هایی که من آخرین باری که به ایران رفته بودم چندین نوع یونیفرم رو دیدم که بعضی از اینها حتی شناسایی نشدن، یعنی برای ماها آشنا نیستند. آیا این رژیم و این به اصطلاح نیروی سرکوبی رو که ایجاد کرده، این نهادهای مختلف تعداد امامزاده هایی رو که امامزاده های قلابی رو که علم کرده، مساجد رو عرض کنم که مراکز تبلیغ تشیع رو به وجود آورده و یک سازماندهی وسیع کرده که حیرت انگیز هست، آیا به این سادگی میتونه در واقع از هم فرو بریزه دیوارش؟ خب شما همه این کارا رو که این کرده نتیجه نهایی رو تو خروجیش میبینید. این همه کار رو کرده بود که نسلی رو وفادار به خودش تربیت کنه. این نسل آسیه بر جمهوری اسلام، بنابراین به عکس خودش تبدیل شده.
خب اینا همه وجود دارن. اولا در انقلاب دینامیسمی داره که در طول مدتی که طول خواهد کشید اغلب اینا از درون تهی میشن، افرادشون عوض میشن، به مردم میپیوندن، میبینن اون چی که کرده بودن غلط بوده. ولی معلومه که یک گروه مزاحمی مثل بعثی هایی که بعد از صدام موندن یا نظامیان اشفیلی که بعد از پینوشه موندن خواهند موند. معلومه که کار ما آسون نیست، ولی ساختن یک ایران نوین که رنسانسی درش شده همت بزرگی میخواد، برنامه ریزی دقیقی میخواد، همبستگی ملی میخواد و موانعش هم در سطح داخلی، هم در منطقه و هم در سطح جهان کم نخواهد بود. اگر نیمه خالی لیوان رو ببینیم همگی باید سکته کنیم از دست، ولی باید نیمه پر رو ببینیم و امیدوار باشیم که ملتی که میتواند از این نظام عبور کنه لابد میتواند دموکراسی آینده رو هم بسازه. پاره ای از نظراتی رو که میشنویم حتی از افراد فرهیخته این است که این بار خیزش مردم مثل خیزشی که در زمان محمد رضا شاه پهلوی پادشاه فقید ایران صورت گرفت اشتباه بود، این بار هم یک خیزش کوری هست که ممکنه نتیجه واقعا مصیبت باری رو به بار بیاره. این رو تا چقدر موافق هستید با این نظر؟ نخیر، من به هیچ وجه فکر نمی‌کنم. ببینید از سال 1990 که انقلاب الکترونیک شد نسلی به وجود اومده که هم بسیار شبکه وار به هم وصله، هم تجربیات خودش رو نه از پدرانی که یک فرهنگ غلط استبدادی رو دائما تکرار میکردن و دائما از دام یک مستبد دیگه میافتادن. آقای مهندس یک دقیقه فرصت داریم با عرض معذرت. میفرمایید. بله خواهش. آخرین دستاوردهای جهان رو در اختیار دارن، بسیار آگاهن، میدونن چی میخوان و میدونن چه زندگی انتخاب کنن. این هم جنبش کور نیست، کاملا جهتدار. دموکراسی میخواد، سکولاریسم میخواد، حقوق بشر میخواد و میخواد تا اونجایی که ممکنه با مسالمت باشه، تا الان معلومه. امیدواریم در فاز دومش که باید دستگاه های سیاسی ساخته بشن تا بتونه با جامعه یک رابطه همراه با اطمینان ایجاد بکنه و این وظیفه مهم رو که به عهده داره به انجام برسونه. به امید اون روز. آقای مهندس شریعت مداری، ممنونم از شرکتتون در برنامه. به زودی زود باتون تماس خواهم گرفت که در فرصتی بتونیم مستقیما از طریق اسکایپ با شما ارتباط برقرار بکنیم. سپاسگزارم از مهمان برنامه آقای حسن شریعت مداری، از شما بینندگان عزیز و از امیر شهرتی عزیز که تلاشش این بار فوق العاده بود ولی متاسفانه به نتیجه نرسید. منتها ما تونستیم از طریق تلفن با آقای شریعت مداری صحبت کنیم. روز و روزگار به شما خوش.